نوبت خود خانم پروفسور کوخ هستن که دعوت میکنم تشریف بیارن برای چیزی دیگه دیگر بوده؟ نه خیلی سولتیست دو دست روزی؟ اوه ایست دست دینه؟ نه این دست نیش مینه گوه ما هیر ایست دست انتر آه اینجاست اینجاست نه این نه یکی دیگر همسر من So, welches war das? Ist hier, 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 hier. Hier, hier. Hier. Grob. Okay. Ja. Aber. Na. Jetzt muss ich weiter mal runtergehen können. Na, 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 na. Ah. اما این نه هم این تو نه ببخشید نه خیر آه حالا ببخشید چند سال پیش هنگامی که ما مشغول بازدید از موزه اردبیل بودیم رهنمای ما رامین خاندان به طرف ما آمد و گفت که دو کارمند موزه با اشاره چشم از او سوال کرده اند که چطور او توانسته هایده ماری کوخ شود رامین جواب داده بود که این فقط یک نام است. ولی من فکر میکنم که آنها چیزی را میخواستند بدانند که علت دعوت آقای دهباشی را تشکیل میدهد. این دو کارمند را در تصویر فوق میبینید. از آغاز شروع کنیم این دو پدر و مادر من هستند هنگام تولد نام من هایدماری چولاک بود پدر من از سرزمین اسلوواکی بود در سده دوازدهم پادشاه مجارستان به آلمانی هایی که در رشته‌ای از امور هبره بودند امکان سکونت در این سرزمین را داده بود. آنها می توانستند کارگاه های آهنگری و چکاش سازی با پا کنند. هنوز یک اقلیت آلمانی در اسلوواکی سکونت دارد. هنگام تولد من جنگ جهانی دوم در اوج خود بود. در طول جنگ پدر من یک پای خود را از دست داد و لذا امکان ادامه تجارت آهن را نداشت و به زحمت معاش خود را از طریق دوزندگی تأمین می کرد. ما در شرق آلمان سکونت داشتیم که در زیر تسلط شوروی قرار داشت. کم بود در همه زمینه‌ها به چشم می‌خورد. غذا، لباس، دارو، وسایل ساختمانی و غیره. من در همانجا به مدرسه رفتم. در سال دوم دبستان همسایه ما که
یک کمونیست متعصب بود، به والدین من تکلیف کرد که به عضویت حزب کمونیست دارد وگرنه امکان تحصیلات دبیرستانی برای من موجود نخواهد بود. لذا پدر و مادرم تصمیم گرفتند که به آلمان گرمی مهاجرت کنند. من خیلی از این موضوع اندوخگین بودم. نه تنها می بایستی پدر بزرگ و دوستان را ترک می کردم، بلکه می بایستی مدال استالین برای نمرات خوبم در دبستان را نیز از دست می دادم. مهاجرت من و برادرم به همراه پدر و مادر با تراموا از بلان شرقی به بلان از بلان شرقی به بلان غربی به یک مجرای پر هیجان بیشتر شبیه است. شانس آوردیم که در تراموا هیچ کنترلی انجام نشد. این تنها راه ممکن بود چون سایر مرسا از طریق سربازان و سیم خدار و مین محافظت می شدند. ولی بلان غربی هم بهشت موعود نبود. اولیای امور نمی دانستند که سیل پناهندگان را کجا جایی دهند. طبقه بالای یک تخت نصیب من و برادر و مادرم شد. در طبقه پایین یک خانواده دیگر جایی داشتند. این تخت ها در یک تالار بزرگ جایی داده شده بودند. پدرم به خانه ای مخصوص مردان فرستاده شد. بعد از 3 هفته یک کلبه چوبی به سکونت خانواده ما اختصاص داده شده. ما را به علت ناتوانی ناشی از کمبود مواد غذایی با سایر کودکان به نوشاتل در سوئیس فرستادند. در آنجا خانواده مهربانی ما را پذیرفت. شانس من بود که آنها نیز دختری همسن و سال من داشتند. متاسفانه از این دوران عکسی در اختیار ندارم. این تصویر 9 سال بعد برداشته شده اند، هنگامی که ما به ملاقات آنها رفته بودیم. اینجا پدر و مادر خانواده، پدر من در پشت و دوست من نانت را می‌بینید. مشکلی که ما در آنجا داشتم این بود که همه به فرانسه صحبت می‌کردند. فقط پدر خانواده کمی آلمانی می‌دانست. پاسخ من به سوال در مورد ادامه تحصیل در آنجا مثبت بود. ما 3 ماه در آنجا بودم و آن موقع 9 سال داشتم. شب کریسمس را با هم کلاسی ها در خانه یک معلم باز نشسته به سر بردیم. در آنجا من یک شعر فرانسوی را از حفظ خواندم. در این میان پدر و مادر من توانستند به آلمان غربی مهاجرت کنند و پیش زندگی مادرم سکونت گزینند. در آنجا برادر دوم من به دنیا آمد. پس از چند ماه خانواده ما خانه مستقلی را اجاره کردند.
در هنوه اقبال به من یار بود. معلم من پدر و مادرم را قانع کرد که ما را به بهترین مدرسه دختران در هنوه بفرستند. پرداخت شهریه مدرسه برای پدر و مادر من بسیار سخت بود. پدر من سخت بیمار بود و نمی‌دانست چگونه معاش خانواده را تأمین کند. ولی بالاخره پذیرفتند که من به این دبیرستان بروم. در آنجا من توانستم نه تنها انگلیسی، لاتین و یونانی را به عنوان رشته اصلی یاد بگیرم، بلکه فرانسه و روسی را نیز به عنوان رشته فریفارا گرفتم. در یک سفر با هم کلاسی ها به ایتالیا توانستم کمی به ایتالیایی نیز آشنا شوم. در مدرسه ما تئاتر هم ترتیب می دادیم. اینجا یک نمایش لباس‌های تاریخی است که من در نقش یک یونانی ظاهر شده ام. دوست من در اینجا نقش برده من را ایفا می کند. از کامد؟ نمی آمد. Nein, das ist zurück. این عکس ها پیش از امتحان نهایی برداشته شده اند. در کنار من هیدرون خواهر همسر بعدی من دیده می شود. علی‌رغم فراگیری زبان‌های متعدد، آرزوی من این بود که معلم ریاضی شوم. من بر این تحصیلات خود را در این رشته پس از دبیرستان شروع کردم. پس از پایان تحصیلات در سال 1966 با گونترام کوخ ازدواج کردم و بدین ترتیب نام من نیز عوض شد و از آن پس هایدماری کوخ نامیده شدم. این تصویر ما را در حال رقص یونانی سرتکی نشان می دهد. جشن ازدواج در یک خانه قدیمی روستایی از قرن پانزدهم که متعلق به مادر بزرگ گونترام بود برگزار شد. در این خانه ما سالهای اولیه زندگی خود را به سر بردیم. پسر ما اینگما در آنجا متولد شد و من نیز 6 سال در حرفه آموزگاری به سر بادم. در این زمان همسر من به تدوین تز دکترای خود در رشته باستان شناسی مشغول بود و در هنگام تعطیلات هرگاه که امکانی دست می داد مسافرتی به مکانهای تاریخی در یونان، آسیای صغیر، سوریه و بالاخره آدان می‌کردیم. این عکس در یونان برداشته شده. امکانات ما زیاد نبود. من فقط حقوق معلم میرا داشتم و همسر من
متشکرم. و همسر و همسر من شکل کوچکی در دانشکده باستان شناسی در دانشگاه گوتینگن داشت. اوقات سفر نزد افراد یا در فضای آزاد به سر می بردیم، زیرا وضع ما نمی رسید که به مهمان خانه برویم. در این سفرها غذای ما را نان و پنیر و گوجه فرنگی تشکیل می داد. با این حال همه این نمونه لایمات را با خود روا می داشتیم و راضی بودیم، چون با اشخاص و فرهنگ های گوناگون آشنا می شدیم. در سال 1000 در سال 1972 گونتام دکترای خود را نوشت و به مرتبه دانشیاری در دانشگاه گوتینگن رسید. حال حقوق او برای اداره خانواده کافی بود. همه ما به گوتینگن نقل مکان کردیم، ولی در آنجا پیدا کردن شغلی به عنوان آموزگار برای من سخت بود. همسران بسیاری از کارمندان دانشگاه معلم بودند. پس از کوشش زیاد موفق شدم شغلی را در مدرسه دوردست پیدا کنم. ادامه این وضع ممکن نبود، لذا گونتام پیشنهاد کرد که به کار دیگری مشغول شوم، کاری که با زوج من هم بخواند. به علت سفرهای بسیار تصمیم گرفتم که باستان شناسی کلاسیک را به عنوان رشته اصلی و باستان شناسی دوره مسیحی و تاریخ هنر بیزانس را به عنوان رشته فرعی انتخاب کنم. در گوتینگن معمول بود که یک زبان باستانی را به عنوان رشته فرعی بیاموزند. خوشبختانه من لاتین و یونانی را در مدرسه فرا گرفته بودم، لذا گونتام پیشنهاد کرد که پارسی باستان را انتخاب کنم، چون استاد مدرس آن بسیار مهربان است. لذا من پیش پروفسور هینس رفتم و در مورد گذراندن رشته فرعی در پارسی باستان پرسیدم. فی‌الواقع او بسیار مهربان و ما را به شاگردی خود قبول نمود. لذا می بایستی از همسرم گونتام متشکر باشیم که من به رشته ایران شناسی کشیده شدم. پس از مدتی به فکر افتادم که با دانستان پارسی باستان بهتر است فارسی نیز یاد بگیرم. لذا پیش آقای نبی پور مدرس زبان فارسی به تحصیل مشغول شدم. پس از مدتی آقای نبی پور شروع به تلقین کرد که من باید ایران شناسی را به عنوان رشته اصلی برگزینم. تحصیل در این رشته لذت بخش بود. لذا به ترم سوم تصمیم خود را گرفتم و پیش پروفسور هینس رفتم و نظر آقای نبی پور را با او در میان گذاشتم. پاسخ هینس مثبت بود. او اضافه کرد که این نظر او هم بوده است و در همان جا
به من در مورد پیدا کردن موضوعی برای تز دکترا به رایزانی پرداخت. او کار بروی الواح ایلامی تخت جمشید را برای پژوهش مناسب دانست. مخشوبانه خاطر نشان کردم که ایلامی نمی دانم. پسخ او این بود که نترسید، یاد می گیرید. من اتاق او را با یک تم برای دکترا و ضرورت فراگیری زبان ایلامی تک کردم. در هنگام کار با گنجینه گانی الواح ایلامی متوجه شدم که باید دامنه کار را محدود کنم و به موضوع دین در زمان هخامنشیان اکتفا کنم. در ترم چهارم روزی هینز از من پرسید که آیا می توانم امتحانات خود را زود بگذرانم چون او شکلی را برای من پیدا کرده است. پیش آمده خوبی بود. به اداره امتحانات در دانشگاه رفتم و تحقیق کردم. من یک بار چنین امتحانی را گذرانده بودم ولی در رشته ریاضی. پاسخ آنها منفی بود. گفتند که ریاضی ربطی به ایران شناسی ندارد. ولی از نظر من ها دو رشته یک نکته مخترک داشتند. در هر دو رشته انسان می بایستی تفکر منطقی داشته باشد. چه می شد کرد؟ آنها پیشنهاد کردند که پس از پایان ترم هشتم خود را برای نوشتن تز فوق لیسانس نامزد کنم. پس از 3 ماه می توانستم کار خود را تحویل دهم و صبر کنم. بسیار طول می کشید تا استادان نظر خود را بدهند و این زیاد بود. لذا آنها گفتند که من می توانم یک روز پس از پایان ترم هشتم تز دکترای خود را تحویل بدهم. پاسخ من مثبت بود. دوران سختی شروع شد. در رشته ایران شناسی می بایستی پارسی را در اطوار مختلف همراه با زبانهای مرتبط با آن فرا بگیرم. با پروفسور هینز نه تنها متون ایلامی و پارسی باستان را ترجمه کردیم بلکه مقداری شاهنامه نیز خواندیم. در رشته زبان شناسی پیش پروفسور شمید سانسکریت و اوستایی را فرا گرفتم. همچنین پهلوی دستیار او دکتر ویبر ساکتی خارزمی و خوتنی فرا گرفتم. پس از بازنشستگی پروفسور هینز در سال 1974 جانشین او پروفسور مکنزی شد. او متخصص زبانهای ایران میانه به خصوص پارسیک، پهلوی و منوی بود. در یک ترم میبایستی 4 زبان جدید را فرا میگرفتم. ولی در رشته باستان شناسی می بایستی 2 روز و سمینارهای بیشماری را می گذراندم و کنفرانس های متعددی را می دادم. علاوه بر اینها ویراستاری 2 کتاب راجع به همایش های باستان شناسی در گوتینگن را به عهده گرفتم. و سفر هم
از الزامات تخصیل در این رشته بود. این تصویر سفر به ترکیه است که در آن من نقش راهنما را ایفا می کردم. هنوز برای من یک موام است که چگونه از عهده همه اینها بر می آمدم. چون می بایستی علاوه بر اینها کار خانه را نیز می کردم و همسر و فرزندم را اداره می کردم. پسر ما صبح به مدرسه می رفت و ما به دانشگاه. من می بایستی ظهر برای آماده کردن نهار به خانه می آمدم. اگر بعد از ظهر درس نداشتم، اوقات خود را وقف پسرم می کردم. اگر مجبور برفتم به دانشگاه بودم، همسرم پیش او می ماند. ولی در طول زمان او بزرگ و مستقل تر شد. من تا پاسی از شب گذشته به تدوین رساله دکترای خود می پرداختم. خوشبختانه همسر من نیز مشغول نوشتن رساله فوق دکترای خود بود و شبها خیلی دیر به خانه می آمد و در طول این سالها پروفسور هینز هیچ نگاهی به رساله من نینداخته بود. لذا من خیلی نگران قضاوت او بودم. در جمعه شب آن روز من رساله را به هینز تحویل دادم و استدعا کردم که نگاهی به آن بیاندازد. روز بعد ما پسر خود را به مدرسه فرستادم، ولی خود در تخت به استراحت پرداختیم زیرا خیلی خسته بودیم. پس از مدت کوتاهی زنگ در به صدا در آمد. همسرم در را باز کرد. پروفسور هینز در آستانه در ایستاده بود. او آمده بود تا ما را از نگرانی بیرون بیاورد. او در طول شب رساله ما را خوانده بود و بسیار راضی بود. امتحانات شفاهی نیز به خوبی گذشتند. در واقع من موفق شده بودم که در کوتاه‌ترین مدت ممکن تحصیلات هم را با دکترا خود را به پایان برسانم. رساله دکترا در سال بعد منتشر شد. عنوان آن روابط مذهبی در دوران داریوش بود که بر مبنای گنبشته های ایلامی تخت جمشید استوار بود. بالاخره موفق شده بودم. ولی شکلی که برای آن اینقدر عجله به خرج داده بودم دیگر موجود نبود. ولی پروفسور هینز راه حل دیگری را در آستین داشت. او به من پیشنهاد کرد تا در تدوین فرهنگ ایلامی با او همکاری کنم. کاری که خود او از سالها قبل به آن مشغول بود. سازمان تحقیقات آلمان از این تر پشتیبانی کرد و حقوقی برای من اختداد. در خست ما برای 3 سال بود و امیدوار بودیم که تمدید شود. ولی ماموران بررسی آنچنان از پیشرفت کار خرسند شده بودند که گفتند ما به زمان بیشتری احتیاج داریم. 9 سال و 3 ماه در طول کشید تا فرهنگ آماده شد.
هینز از همان اول اصرار داشت که ما جدا از هم کار بکنیم. هینز از سالها قبل به این کار مشغول بود و با یگانی بزرگی فراهم آورده بود. ولی من میبایستی از اول شروع کنم. هنگام تدوین رساله دکترا من یادداشت‌های زیادی فراهم آورده بودم. مزیت کار مستقل این بود که در پایان می توانستیم نتایج را با یک دیگر مقایسه کنیم و مطالبه فراموش شده را مشخص کنیم. گذشته از آن، هر کس می توانست ملاحظات خود را در ترجمه منظور دارد. در این راه من از پشتیمانه های همسرم برخوردار بودم. برای تسهیل کار او برای من یک رایانه ابتدایی کرد. صنعت رایانه هنوز در آغاز کار بود. رایانه ها خیلی گران و کار با آنها سخت زمان بار بود. ولی آگاهیت آن به ماشین تحریر واضح بود، به خصوص در هنگام حق و اصلاح مطالب. من مشغول سخی رای مطالب در رایانه بودم که سازمان تحقیقات آلمان یک دستگاه به ما هدیه کرد که شبیه سکنرهای امروزی بود. این دستگاه در مرکز رایانه دانشگاه گوتینگن نصب شد و من اولین کسی بودم که اجازه استفاده از آن را داشتم. دستگاه در ابتدا در خواندن حروف ایلامی مشکل داشت و دخالت دست ما را ایجاب می کرد. با این حال کمک بزرگی بود. ما به ترتیب حروف الفبا پیش می رفتیم. هینز به من فیش‌های خود را می‌داد و من با مقایسه با یافته‌های خود از این دو متن واحدی را ترتیب می‌دادم. اگر ترجمه هر دوی ما با هم مطابقت می‌کرد که دیگر مسئله‌ای نبود. در غیر این صورت دو احتمال پیش می آمد، یا من مجاب می شدم و نظر هینز به عنوان یک احتمال درج می شد، یا نظر هر دوی ما منظور می گادید. در ایلامی نکات مبهم فراوان است، به طوری که ما مجبور شدیم که در پیش گفتار تذکر بدهیم که بیشترین علامت به کار رفته در این فرهنگ علامت سؤال است. گذشته از آن، ما پیشنهادهای در دسترس باقیه پژوهشگران را نیز منظور داشتیم تا خواننده را به سطح تحقیقات در آن زمان آشنا کند. در ایلامی یک مفهوم را به صور مختلف نوشته. این را نیز مجبور بودیم مرتب تذکر بدهیم. روی هم رفته ما کوشش خود را به کار بادیم تا به پژوهشگران اثر جامعی را ارائه بدهیم. خسته شدیم. در اینجا تصویر پروفسور هینز و من را ملاحظه می کنید که
به مناسبت اعلان انتشار فرهنگ ایلامی در جرایت چاپ شده بود. متیو استولپه به مقال داده بود که برای این فرهنگ الواح خنده شده توسط هلاکرا برای من بفرستاد. این الواح هنوز منتشر نشده بودند و در مؤسسه شرقی در شیکاگو نگهداری می شدند. ما آنها را دریافت کردیم با این شرط که از آنها فقط برای این فرهنگ استفاده کنیم. این الواح از یک طرف کمک بزرگی برای ما بود و از طرف دیگر منع بزرگی. چون ما حق آوردن لغت در بفتار جمله را نداشتیم. بلکه مجاز به نقل آن به صورت تکافتاده بودیم. پس از انتشار فرهنگ معلوم شد که مؤسسه شرقی 1500 لخ را از روی بیتوجهی برای ما نفرستاده است. در این میان همسر من یک کرسی استادی در دانشگاه مربوک به دست آورد. لذا از گاتینگن به مربوک نقل مکان کردیم. اندکی پس از آن همسر من یک دعوت 6 ماه برای کار پژوهشی در موزه گتی در مالیبوی کالیفرنیا دریافت کرد. او چون تازه کارش را در مربوک شروع کرده بود نمیخواست مدت زیادی از آنجا دور بماند. ما این فرصت را یافتیم که در 3 ماهه تعطیلات بین 2 ترم به لس آنجلس برویم. در موزه گتی به من پیشنهاد کار با روی یک گنجینه سکه شد. سکه ها کوچک و نخانا بودند و با زحمت زیاد مشخصات آنها تعیین شد. این کار تحت عنوان A Heart of Coins from Eastern Parthia منتشر شد. من از تاریخ کار بروی الواح ایلامی توانسته بودم اطلاعات زیادی را از دوره هخامنشی به دست بیاورم و این باعث انتشار یک سلسله مقاله در این مورد شد. مثل امکان وجود مالیات ها در پارس دوره هخامنشی یا خزانه دار و خزانه در پاس یا ست ماست در پاس در دوران داریوش یا نمیخواست چه بکنیم؟ یا راه پستی بین شوش به تخت جمشید در دوران هخامنشی. در کنار اینها من مشغول تدوین کار فوق دکترای خود بودم که آن را در سال 1986 در مبوک به پایان رساندم و به سمت مدرسی در آن دانشگاه منصوب شدم. عنوان کار من که
در سال 1990 انتشار یافت ادارات و اقتصاد در پارس دوران هخامنشی بود. در سالهای 1990 و 91 موفق به دریافت بورس مرکز پژوهش‌های آلمان شدم. همچنین مجموعه ای از مقالات من منتشر شدند که بخشی از آن در کتاب پژوهش‌های هخامنشی آمده اند. ولی مهمترین اثر از نظر من مدیمال است که تحت عنوان زندگی در شاهنشاهی پارس از زبان داریوش در سال 1992 در ماینز منتشر شده است. در ترجمه آن به فارسی عنوان از زبان داریوش را دارد. با مقایسه این دو تصویر شما نیز مسلماً به من حق خواهید داد اگر از تصویر ترجمه فارسی راضی نباشم. با این حال کتاب در ایران با استقبال زیادی مواجه شد و برای من مایه مسرت است وقتی ایرانی های علاقه مند را مشاهده می کنم. مترجم کتاب پرویز رجبی است که من همیشه او را برادر دکتر می نامم، چون او نیز دکترای خود را پیش پروفسور هینز به پایان رسانیده است. البته در آن زمان ها من توفیق آشنایی با او را پیدا نکردم، چون به تدریس ریاضی اشتغال داشتم. در سالهای 1993 و 94 نیابت یک استاد را در دانشگاه فرانکفورت در رشته باستان‌شناسی آسیای پیشین به عهده گرفتم و در سال 1995 به رتبه استادی در رشته ایران شناسی در دانشگاه مربوط ارتقا یافتم. ولی زمان زیادی طول کشید تا بتوانم به ایران سفر کنم. تا آن زمان من مرتب کتاب‌های راجع به ایران را می‌خواندم و تصاویر آن را به خاطر می‌سپردم. مجسم می‌کردم که چگونه به تخت جمشید نزدیک می‌شویم، چگونه از پله‌ها بالا می‌رویم، چه چیز را پیش از همه می‌بینیم و سپس به چه مناظر بر می‌خوریم. در اینجا به مطالب پرسش برانگیزی برمی‌خوردم. می‌دیدم زمانی که از پله‌ها بالا می‌رویم و از دروازه ملل که به وسیله دو انسان بالدار محافظت می‌شود می‌گذریم. تازه سرگردانی شروع می‌شود. انسان انتظار دارد که در جلوی خود چیزی را ببیند، در حالی که به آن در طرف راست برمی‌خورد، یعنی آپادانا با ستون‌های سر برافراش تاش. نگوش بخش شمالی آپادانا در طول زمان آسیب دیده اند و گاهی نتمام مانده اند. در جاها
جهات شرقی آبادانا به دنباله این نگوش البته در جهات مختلف برمیخوریم. در اینجا نگوش از کیفیت بسیار بهتری بخار دارند چون تا سالهای 30 میلادی در زیر خاک بوده اند و از آسیب محیط در امان مانده بودند. ولی مطلب به اینجا ختم نمی شود. این نگوش نه تنها بهتر مانده اند بلکه از پرداخت بهتری نیز برخوردارند. این به خصوص زمانی مشخص می شود که ما نگوش همانند را با یک دیگر مقایسه کنیم. مثلا در اینجا نقش حیات هندی که در سبدهایشان براده تلا را حمل می کنند. یا این تصویر از حیات مشتره که زرنگی گندهاری. اینها نکاتی بودند که من به با دیدن تصویر کتاب‌ها متوجه شدم. همیشه این سوال برایم پیش می آمد که علت پرداخت به تار جناح شرقی چیست؟ تازه واردان نخواست به جناح شمالی بر می خوادند. در طول زمان این امکان در ذهن من بیشتر قوت می گرفت که ورودی می بایستی قبلاً در جاه دیگری قرار داشته باشد. پس از آن به شواهد و دلایلی برخوردم که امکان وجود ورودی اولیه در جهت جنوب را تقویت می کردند. نخواست من این فرضیه را در مقاله نظری به طرح ساختمان تخت جمشید مطرح کردم. ولی هنوز این مسئله مشغولیات ذهنی ما را تشکیل می دهد و هرچه بیشتر بگذارد. اعتقاد من به درستی آن بیشتر می شود. برای دلایل بیشتر رجوع کنید به کتاب تخت جمشید پایتخت با شکوه شاهنشاهی پارس. نسخه انگلیسی آن تحت عنوان Persepolis and its surroundings منتشر شده. این نسخه پیش از نسخه آلبانی تدوین شده ولی در سال 2006 پس از متن آلمانی منتشر شده. متاسفانه در این نسخه اضافاتی صورت گرفته است که صحیح نیستند. مثلا نام ما را گیت کرده اند. نخستین سفر به ایران در سال 1996 صورت گرفت. به دنبال دعوت به یک کنگره در شیراز و تخت جمشید همراه همسرم به ایران آمدیم. در این کنگره می بایستی یک سخنرانی انجام بدهم. در حالت هیجان بودم. بالاخره به آرزویم رسیده بودم. نزدیک بود همه چیز به هم بخورد چون لوفتانزا بیشتر از گنجایه خود بلیت فروخته بود. دادکی که قبل از پرواز به ما اطلاع دادند که می توانیم پرواز کنیم. بالاخره به تخت جمشید رسیده بودم.
دوستان ایرانی خواندن از من پرسیدند که آیا چیزهایی که درباره تخت جمشید نوشته بودم هنوز درستند یا نه؟ پاسخ من با شادی مثبت بود. نخواستیم مصاحبه در تخت جمشید انجام گرفت. از آن زمان تا کنون من برها تخت جمشید را بازدید کرده ام و دوستان زیادی را با خود به آنجا آورده ام، ولی هنوز کشش من به آنجا کم نشده. برای من مایه خرسندی بود که بتوانم نخستین نسخه از زبان داریوش را دریافت کنم. چپ کتاب مدیون کوشش های پروفسور کمالی است. به مناسبت این امر پروفسور کمالی جشنی را با موسیقی ایرانی برپا کرد. ما در جمع دوستان در شیراز بودیم و خاطره آن شب فراموش نشدنی در ذهن ما زنده است. از کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده می‌توان از شاهنشاهی‌های آسیای پیشین، مرها و زنان، تمدن اسرا، رمیز ایلامیهی در ایران قدیم و ادیان شرق باستان نام بردند. ایران نیمی از حجم کتاب اخیر به خود اختصاص شده است. امیدوارم که فرصتی دست دهد تا بتوانم کتاب دیگری را درباره تخت جمشید و پیدایش آن با مطالب و تصاویر جدید به چاپ برسانم.